گلاسیا سلام، امروز برای دوستانی که علاقه زیادی به فیلم‌های اسلشر دارن یه خلاصه خفن آوردم. فیلم ایدن لک یا دریاچه ایدن محصول سال 2008 است و نمره 6 و 7 از 10 رو به خودش اختصاص داده. صحنه‌های خشن فیلمم زیاده، به حواستون به این و اسپویل کاملش باشه و بریم که ببینیمش. با شروع فیلم دختری به اسم جنی رو می‌بینیم که معلمه مدرسه است. بیرون مدرسه دوست پسر همین دختر به اسم استیو رو می‌بینیم. استیو داره به حلقه‌ای که خریده نگاه می‌کنه که مشخصه می‌خواد از جنی خواستگاری کنه. برای همینم برنامه ی آخر هفته توی منطقه رمانتیک رو می‌ریزه، بلکه حلقه رو هم بهش بده. هر دو برای سفر آماده میشن. بعد از سفر طولانی روز بعد به اونجا میرسن. یه پارک جنگلی بزرگ که دولت دورش حصار کشیده و همه جاش نوشته که وارد نشید. اما این جلوی استیو رو نمیگیره و از راه میانبری وارد میشه و به دریاچه فوق‌العاده زیبا میرسن که جنی هم کلاً عاشقش میشه. در حالی که دارن لوازمشون رو به ساحل دریاچه میبرن، جنی یه پسر بچه خیلی دپرس به نام آدام رو میبینه. هرچی هم سعی میکنه با پسر صحبت کنه تا بفهمه مشکلش چیه، آدام جوابی نمیده و آخرام راهشون رو میکشن و میرن. چند ساعتی میگذره و این زوج دارن لب ساحل خوش میگذرونن که دو تا پسر نوجوان سر میرسن. اینا دوستای آدام هستن و با ماشین میمرن تا اونو به خونه ببرن. رفتار این بچه‌ها با آدام خیلی بده و جنی هم که کلا کارش تو مدرسه با بچه‌هاست خیلی از این قضیه نگران میشه. اما چون میدونه کاری از دستش بر نمیاد، چشماشو میبنده که یکم خودشو آروم کنه. اما چند لحظه بعد یه رفیق سگ وحشی میاد کنارش و پشماش میریزه. وقتی اون طرف رو نگاه میکنه میبینه همون بچه‌ها که دنبال آدام اومده بودن به همراه چند تا دیگه از دوستاشون هم اومدن لب دریاچه تا خوش بگذرونن و این سگ هم برای همون است. خوشگذرونی که یعنی برای بچه‌ها مواد، موزیک بلند و کلا به هم زدن آرامش این زوج فیلممون. استیو تعجب بچه‌ها میره توی دریاچه که دوباره همون سگ میاد و آرامش جنی رو به هم میریزه. استیو دیگه از این بی‌توجهی خسته میشه و میره پیش بچه‌ها تا باهاشون دعوا کنه. استیو میگه صدای موزیکو کم کنه که نوجوانی که انگار سردسته بقیه است و اسمش برته یه فوش میده و میگه تو اصلا ربطی نداره. بقیه بچه‌ها همراه برت به استیو میخندن. اونم که نمیخواد دعوای بدتری شکل بگیره پیش دوست دخترش برمیگرده. جنی میگه بیا بریم یه جای دیگه که استیو میگه دلم نمیخواد این کارو بکنم که اونا فکر کنن برنده شدن ما رو بیرون کردن. ترجیح میدم بی‌توجه بهشون همینجا بمونیم. جنی با نگاه کردن به بچه‌ها میبینه که یکیشون داره با دوربین بدنشو دید میزنه که سری خودشو میپوشونه، اما بازم کنار استیو میمونه تا ناراحت نشه. چند ساعتی میگذره و بالاخره نوجوانا میخوان از دریاچه برن که برت قبل رفتن جلوی جنی شلوارشو میکشه پایین تا بازم دو نفر رو تحقیر کنه. استیو بعد رفتن اونا خیالش راحت میشه و چادر مسافرتیشون رو به راه میکنه. جنی هم یه صدای عجیبی میشنوه که انگار یه نفر زیر نظرشون داره، اما چیزی نمیگه. حتی شب موقع شام خوردن هم این صدا رو میشنوه. وقتی هم آخر شب تو چادر میخوان رابطه برقرار کنن، باز این صدا میاد که این بار دیگه جنی به استیو میگه برو ببین چیه. استیو میره بیرون، برای چند لحظه هیچ صدایی نمیاد. جنی با وحشت عشقش رو صدا میکنه که یه دفعه این استیو خر از پشت سر میرسه تا جنی رو بترسونه. کلا کر داره. روز بعدی موقع صبحونه میان بیرون که متوجه میشن روی غذاشون پوشیده نبود و کلی حشره و حیوان همه خوراکیاشون رو خراب کردن. برای همینم تصمیم میگن برن توی شهر تا غذا بخورن و برگردن. همین که استیو حرکت میکنه لاستیک ماشین پنچر میشه که میفهمه همون بچه‌ها جلوی ماشین یه دونه شیشه آبجو گذاشته بودن که لاستیک بترکه. به هر حال استیو لاستیک رو عوض میکنه و حرکت میکنن. توی شهر هم همون بچه‌ها رو با دوچرخه میبینه که میندازه دنبالشون تا به خاطر لاستیک ماشین باهاشون دعوا کنه، اما اونا موفق میشن در برن. بعد از اینکه غذا میخورن و برمیگردن، استیو توی راه یه خونه میبینه که کلی دوچرخه جلوشه. رو حساب اینکه خونه همون بچه‌هاس پیاده میشه تا بره ادبشون کنه، اما توی خونه کسی نیست که یه دفعه صاحب اصلی سر میرسه. این مرد کسی نیست جز پدر برت، همون سردسته بچه‌ها. استیو موفق میشه قبل اینکه بابا ببینتش از خونه در بره و جنی هم میشه پشت فرمون و فرار میکنن. بالاخره برمیگردن دم دریاچه و در حالی که جنی داره استراحت میکنه و خوابیده، استیو میره غواصی. بعد از یه مدت برمیگرده و این بار تصمیم گرفته تو همین آرامش از جنی خواستگاری کنه. مشکل اینه که وقتی میخواد حلقه رو برداره، میفهمه کیفشون و گوشی و پول و کلید ماشین و هر چی داشتن دزدیده شده. استیو با عصبانیت میدوه سمت ماشینشون و میفهمه که بچه‌ها از اونجا بردنش. ناچار هر دو تای پیاده سمت جاده حرکت میکنن تا به پلیسی کسی خبر بدن. استیو هم که مشخصه خیلی عصبی شده و میخواد سر به تن این بچه‌ها نباشه. یه دفعه وسط جنگل همین نوجوانا با ماشین استیو پیداشون میشه و در حال خنده و فوش دادن میخوان این دو نفر رو زیر کنن، اما موفق نمیشن. میگذره و آخر شب میرسه، در حالی که این دو نفر هنوز تو جنگل سردرگمن. گروه نوجوانا وسط جنگل آتیش روشن کردن و استیو پیداشون میکنن. اون با عصبانیت میره سمت برت و میگه لوازممو پس بده. اما برت در حالی که عینک و حتی لباس استیو هم تنشه میگه نمیدونم از چی صحبت میکنی، دست من نیست. یه دفعه صدای زنگ گوشی استیو شنیده میشه که اینجا دیگه کلا رد میده. اون میره جلو و یه مش میزنه تو صورت برت که دوستش با چاقو میاد وسط. دعوا بالا میگیره و همین وسط سگ برت که قبل تر دیدیمش با همین چاقو کشته میشه. این پسر عوضی هم خیلی به هم میریزه و بعد پرت کردن کلید ماشین سمت استیو شروع به گریه برای سگش میکنه. جنی و استیو هم سری کلیدو برمیدارن و میرن توی ماشین. بچه‌ها هم میرزن دنبالشون تا جلوشون رو بگیرن. ماشین حرکت میکنه و بچه‌ها دارن با سنگ و چوب میترکوننش که استیو هول میکنه و ماشین میندازه توی چاله. همین هم کافی تا نوجوانا بتونن به هر شکلی که میتونن چراغ و همه جای ماشین رو نابود کنن. استیو بر زحمتی هست ماشین رو از چاله در میاره و پاشو میذاره رو گاز، اما یکم جلوتر چون ماشین چراغ نداره میره توی درخت.
آدم چیز دستیه کلا نره. این تصادف باعث میشه استیو بین صندلی و فرمون گیر کنه و کلی زخم میشه. جنی که میبینه کاری ازش بر نمیاد پیاده میشه تا بره سمت جاده و کمک بیاره. اینجا دوباره سر و کله نوجوانا پیدا میشه که جنی هم یه جا پناه میگیره تا نبیننش. اما گشتن بچه‌ها طولانیه و جنی مجبور میشه کل شب و همونجا بمونه. همین لحظه است که برت هم ماشین استیو پیدا میکنه و با شیکوندن شیشه ماشین اونو میکشه بیرون. صبح روز بعدی میرسه. جنی بالاخره میتونه بیاد بیرون و که با دیدن کفشای استیو روی زمین میفهمه یه بلایی سرش اومده. با وحشت دنباله خون رو میگیره و دوست پسرش رو در حالی که لای سیم خاردار پیچیده شده و به شدت زخمی پیدا میکنه. وحشت جنی زیادتر شده و گوشیش هم وسط جنگل کار نمیکنه. برت داره با هر زوری که داره استیو رو شکنجه میکنه چون سگش رو کشته و استیو هم التماس میکنه که بذارید زنده بمونم. یکی از دوستاش به اسم هری میگه ولش کن بره، گناه داره، اما برت میره سمتش و مثل روانی رو تهدیدش میکنه. بعد برمیگره سمت استیو و به دوست دیگه‌اش پیج میگه فیلم بگیر که میخوام سرویسش کنم. شکنجه جدید شروع میشه و بچه‌ها نوبتی با چاقو بدن استیو رو میبرن در حالی که جنی دورتر وایستاده و نمیدونه چیکار کنه. وقتی برت میگه حالا وقتشه بکشیمت، جنی تازه عقلش کار میکنه و با بلوتوث گوشیش به گوشی برت وصل میشه و همین که آنتن گوشیش یه خورده میره بالاتر به پلیس زنگ میزنه. اما برت با لرزش گوشیش متوجه میشه و اینجاست که میفهمه جنی همین نزدیکیاست. بچه‌ها جنی رو پیدا میکنن و میرزن دنبالش در حالی که استیو موفق میشه با هر درد و رنجی که هست خودش رو از توی سیم خاردارا بیاره بیرون. جنی همچنان میدو با چند تا حرکت موفق میشه بچه‌ها رو از دوچرخه بزنه زمین و وسط فرارش به یه اتاق کوچیک میرسه. تو این اتاق که مال نگهبان جنگل بوده یه تلفن رادیویی هست، اما دست جنی بهش نمیرسه تا بتونه به پلیس زنگ بزنه. وسط تلاش برای برداشتن تلفن برت و بقیه هم به همونجا میرسن. جنی هم یواشکی با هر سختی هست رو سقف اتاق قایم میشه و اینطوری بقیه نمیتونن پیداش کنن. در ضمن تلفنی هم که پیدا میکنه کار نمیکنه. یکی از بچه‌ها برمیگره پیش استیو و تازه میفهمه که تونسته از اونجا فرار کنه. برای همین سریع به برت خبر میده و همه برمیگردن همونجا و اینطوری جنی هم میتونه که فرار کنه از اونجا. استیو رو میبینه که میره پیش ماشینش تا از صندوق وسیله برای دفاع برداره که یه دفعه دزگیر ماشین فعال میشه و همه این نوجوانا سمت ماشین میدوئن. ولی این مرد میتونه زودتر در بره و یه جا قایم بشه. میبینیم که یه دفعه صدای پا میشنوه و رو حساب این که بچه‌ها دنبالشن با چاقو به طرف صدا حمله میکنه، در حالی که جنی اونجاست و شانسی از ضربه جا خالی میده. دو نفر با خوشحالی از پیدا کردن هم همدیگه رو بغل میکنن و پا به فرار میزنن. جنی استیو به یه کلبه چوبی همون نزدیکی میبره تا زخماشو مداوا کنه. استیو که حالش خیلی بده میگه این زخما دیگه خوب نمیشن و من دارم میمیرم، پس بهتر فقط خودتون نجات بدید. جنی گوش نمیده و موقع بستن زخماش حلقه نامزدی رو تو جیب استیو میبینه که با فهمیدن این قضیه که میخواست از خواستگاری بکنه خشم و ناراحتیش هزار برابر میشه، چون این سفر میتونست یکی از بهترین خاطرات زندگیش بشه. بیرون کلبه بچه‌ها رو میبینن که با دنبال کردن رد پا و صدا این دو نفر رو پیدا کردن. با عصبانیت به قصد کشتن میان تو، اما هیچ خبری از جنی و استیو نیست به جز سری باند و کلی خون. دوربین زیل کلبه رو نشون میده که جنی موفق شده استیو رو به اونجا ببره. به خاطر آب زیاد اون پایین زخمای استیو بیش از حد دردناک شدن و میخواد زجه بزنه، اما جنی جلو دهنش رو میگیره در حالی که نوجوانا دارن نقشه برای پیدا کردنشون میکشن. با رفتن بچه‌ها جنی دوست پسرش رو به یه گوشه میرسونه و اول با نگرانی به استیو میگه جواب خواستگاریت بلس و معلومه که باهات ازدواج میکنم. بعدم روی اونو میپوشونه تا پیداش نکنن و خودش با عصبانیت فرار میکنه تا براش کمک بیاره. وسط دویدنش یه دفعه پاش روی میخ طویله بزرگ میره که بچه‌ها گذاشته بودن. جنی از فریاد داد میکشه و اونم با شنیدن صدا میدوئن سمتش. دختر خودش رو میکشونه یه جای دیگه و با هر درد زیادی که هست میخو از پاش در میاره و چند لحظه دراز میکشه تا آروم بشه. اینجاست که متوجه یه نفر کنارش میشه. اون کسی نیست جز آدم، پسر بچه‌ای که جنی اول سفر دیده بود. با خواهشای دختر آدم قبول میکنه کمکش کنه. دو تای حرکت میکنن چون آدم راهو بلد و بلد از یکم پیاده روی. جنی میگه گوشت رو بره تا به پلیس هم زنگ بزنن. هر چی خواهش میکنه آدم این کارو انجام نمیده که باعث شک دختر میشه. اینجا جنی میفهمه آدم اصلا قصد کمک نداشته و اونم یکی مثل بقیه. این پسر جنیو کشونده جایی که بقیه بچا بیانو بگیرنش و همین لحظه هم پیداشو میشه و با یه ضربه اونو بیهوش میکنه. وقتی دختر چشماش باز میشن میبینه به درخت بسته شده. پشت سرش هم کسی نیست جز دوست پسر و حالا نامزدش استیو. اما این بار استیو بدنش بی حرکت شده و به خاطر خونریزی زیاد جونش رو از دست داده و کلا مرده. برت و بقیه با خنده و شوخی دارن جنی رو تحقیر میکنن و میگن میخوایم کنار هم دیگه بسوزونیمتون. تنها دو سه نفر از بچه‌ها که از جمله آدم مخالف این کارن، اما برت بهشون توجهی نمیکنه. ترس و خوف جنی هزار برابر شده. اینجا برت رو به آدم میکنه و میگه اگه این کبریتو بندازی روی این دو نفر آتیششون بزنی تو هم میتونی عضو گروه ما بشی. این بچه هم که عقل نداره و خیلی تنهاست قبول میکنه و با انداختن کبریت اول بدن استیو شروع به سوختن میکنه. روانی دارن فیلم میگیرن که آدم یه دفعه میفهمه چه کار اشتباهی کرده و سعی میکنه در بره. بقیه جلوشو میگیرن اما حواسشون پرت آدم شده و از طرفی آتیش باعث سوختن تناب دور دست جنی میشه و
اون میتونه سریع فرار کنه. برت میدوه سمتش، اما دختر با برداشتن یه چوب که آتیش گرفته جلوش وامیسته. بعدم با ریختن ظرف بنزین و آتیش زدن زمین کاری میکنه که نتونن بیاد دنبالش، خودش در میره. این در حالیه که برت عوضی آدم رو گروگان گرفته و میگه اگه برنگردی همین الان آتیشش میزنم، اما این بار جنی هیچ اهمیتی نمیده و فقط راهش رو ادامه میده. ولی تهدید برت دروغ نبود و جنی کمی دورتر بچه‌ها رو میبینه که آدم رو دارن زنده زنده میسوزونن. فرار جنی ادامه داره تا نقشه جنگل رو یه جا پیدا میکنه. با شکستن شیشه نقشه رو برمی‌داره که همین صدا کافیه تا بچه‌ها دوباره بیفتن دنبالش. اونم برای دیده نشدن خورش توی سطل آشغال که گند نمیده قایم میکنه. با رفتن بچه‌ها می‌بینیم جنی دیگه اون آدم مهربون قبلی نیست. اون با چاقو و شیشه‌های شکسته وسیله‌ای برای دفاع از خودش درست می‌کنه. وقتی یکی از بچه‌ها که از همون اول هم مخالف این آزار و اذیت‌ها بود ولی دوست برت بود رو می‌بینه، بدون توجه به بی‌گناه بودنش چاقو رو توی گردنش فرو می‌کنه و با بی‌رحمی می‌کشتش. یه لحظه جنی به خودش میاد و از این کارش وحشت می‌کنه، اما دیگه دیر و بچه می‌میره. هوا تاریک می‌شه و بقیه بچه‌ها با پیدا کردن جنازه این پسر خشمشون بیشتر می‌شه. می‌خوان فقط جنی رو بکشن تا انتقام دوستشون رو بگیرن. هری که از همون اول مخالف برت بود میگه همه این اتفاقا تقصیر تو گوشش، و برمی‌داره تا به پدر و مادرش خبر بده که چه اتفاقایی اینجا افتاده. برت بی‌رحم هم عصبی‌تر میشه و میفته به جون هری و انقدر بهش موش میزنه تا زیر کتک این بچه رو هم میکشه. دوست دیگه‌شون پیج با دیدن این صحنه فرار میکنه و جنی رو میبینیم که موفق شده به کنار جاده برسه. یه ماشین جلوش وامیسته و بعد التماسای جنی اون رو سوار میکنه که بهش کمک کنه. ولی خود راننده که از دیدن حال زن ترسیده میره جلوی در ورودی دریاچه و اسم برادرش ریکی رو فریاد میزنه چون نگرانش شده. جنی میفهمه این راننده برادر یکی از همون نوجوانای عوضی به اسم ریکی بوده و برای همین سری ماشین رو میدزده و گاز میده. وسط جاده با سرعت بالا پیج رو میبینه، همون بچه‌ای که تازه از دست برت فرار کرده بود و همه چیزو فیلم میگرفت. جنی که حالش از همشون به هم میخوره سرعت ماشین رو بیشتر میکنه و با یه ضربه وحشیانه این دختر رو هم در جام میکشه. راهو ادامه میره تا جایی که برای جلوگیری از تصادف مجبور میشه گرفت فرمون رو بچرخونه که اینطوری ماشین به حیاط خونه دیگه میره و تصادف میکنه. ساکنای خونه که یه جشنی هم گرفتن میان سمت دختر جنی در حالی که جسمش داغون شده و التماس کمک میکنه از حال میره. وقتی چشماش باز میشن با دیدن زن و مردی که دارن کمکش میکنن آروم میشه، اما همین که عکسای برت رو روی دیوار میبینه و میفهمه اینجا خونه اون پسره دوباره وحشت میکنه. این هم میفهمه که بقیه افراد مهمونی هم پدر و مادر همون بچه‌ها رو سری به بهونه حال بعدش میره دستشویی. جنی نمیدونه چه غلطی میتونه بکنه و افراد خونه هم تازه متوجه شدن ماشینی که این دختر باهاش اومده برای بچه یکیشون یا همون داداش ریکیه. جنی رو میبینیم که یه تیغ از دستشویی برمی‌داره برای دفاع از خودش و همین لحظه پدر برت با عصبانیت درو میکوبه و میاد تو. پسرش کنارش رو به دروغ قیافه مظلوم گرفته. برت که مثلا ترسیده میگه این دختر همون کسیه که یه سری از دوستامو کشت و ماشین داداش ریکی رو دزدید. جنی التماس میکنه که به پلیس زنگ بزنه تا بیاد و همه چی مشخص کنه، اما پدر تیغو ازش میگیره، بعد نگهش میداره تا فرار نکنه و بعد به پسرش میگه برو توی اتاقت. این مردم مثل بچهش روانی و میخواد با کشتن جنی انتقام همه بچه‌ها رو بگیره. دخترم با دیدن همه کسایی که اونجا رو بی‌رحمی که از چشماشون موج میزنه میفهمه همه مثل بچه‌هاشونن و اینجا پایان کاره. یا به عبارتی این بچه‌ها روانی بودنشون از پدر و مادرشون یاد گرفتن. برت میره تو اتاقش، پدر جنی رو میبره بیرون و پسر روانی در حالی که لبخندی رو لبش و جیغ‌های جنی در حال مرگ و تعرض رو میشنوه عینک اسکی رو به چشماش میزنه. از گوشیش همه فیلم‌های وحشیگری رو پاک میکنه و اینجاست که فیلم به پایان میرسه. فیلم ادنلک خیلی داستان دارکی داره. یه فیلم که با صحنه‌های رمانتیک شروع میشه و به بدترین شکل ممکن تموم میشه. این فیلم ما نشون میده چقدر رفتار والده میتونه بچه‌ها رو آسیب پذیر کنه، جوری که یکی مثل برت از مرگ سگش بیشتر ناراحت میشه تا شکنجه کردن و کشتن بهترین دوستای زیر مشت رگت. خلاصه که حتما یه بار کاملش رو ببینید چون صحنه‌های اسلشر خفنی هم داره. رفقا لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره. روزتون هم گلسی.